وقتشه بریم سراغ مهمان عزیزمون که قراره بیاد تشریف بیاره، دقایقی در کنارش باشیم، بگیم، بخندیم، بازی کنیم، کلی اتفاق جذاب و باحال در کنار مهمان عزیزمون بیفته. مهمان این شباهنگی یک بانوی هنرمند، عزیزی که سالها در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون هنرنمایی کرده و برامون خاطره سازی کرده، از یک خانواده هنرمند. دعوت میکنم از سرکار خانم لیلی رشیدی. آهنگ زیبایی، حالا در موردش صحبت میکنیم. خانم رشیدی با اجازه خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم، من در خدمتتون هستم. سلام خدمت همگی، خدمت شما. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. سلام، ما خیلی خوشحالیم که در کنارتون هستیم. ممنونم که دعوتمون رو قبول کردید. ان شاءالله که گفتگو با شما خوش بگذره. شما هم از اینکه اومدید شب آهنگی پشیمون نشید، چون بعضی رو دعوت میکنیم میگن که میترسونید و شوخی میکنید و بازی میکنید و اینا. باشه، ولی نه، ما دیگه نمیترسونیم، دیگه بازی های عجیب غریب هم نداریم و دوست داریم به مهمونمون بیشتر خوش بگذاریم. اگر میترسوندیمتون ناراحت میشدین؟ نه آخه چه ترسی ممکن بود به من تو این محیط بدین؟ تو این محیط؟ چطوری میتونستین منو بترسونی؟ واقعا نمیشه، واقعا نمیشه. تو این محیط حق دارید، نمیشه. باید محیطمون رو عوض کنیم. همین، اینجا نمیترسیدم. نه اینجا نمیترسین؟ نه. نمیترسم. حیف که برنامه نمیترسم. باشه، قول میدم بهت. باشه دیگه. با خدامون شما نترسید، ما کاری نداریم مثلا. کرونا گرفتین؟ نه. جدا؟ درود بر شما. درود. چجوری شد که نگرفتین؟ به ما بگید، چون من دو بار گرفتم، مشکوک به سومی هم هست. خب شما خیلی کار میکنین و آره، توی آره چیکار کنیم خب؟ حق دارین. ماسک میزنید همیشه؟ بله خب تو جاهای عمومی همیشه ماسک میزنم، بالاخره تا یه حدی مواظبیم، ولی فکر میکنم یکم همین کرونا موزیه، یه آدم نمیفهمه از کجا اومد. آره واقعا من این دوبارشو اصلا هرچی فکر میکنم اصلا آدم نمیفهمه. آخه بعد چند روز میفتی، یعنی همون لحظه نیم مثلا یکی ویروس کرونا وارد بدنش میشه، احتمالا چهار روز دیگه، پنج روز دیگه اون تو کاراشو میکنه. بله. با بچه ها هماهنگ میکنه و آدمو میندازه. مثلا من دومین بار خونه نشسته بودم، یهو دیدم دارم میلرزم. ای وای. یهو ای چرا داره سردم میشه، تو تابستونم بود. راست. بعد سردم شد، یه پتو انداختم، یهو تب شدید. یعنی تو فاصله 10 دقیقه هرچی بیماری بود تو من خودشو نشون داد. ای وای، خیلی سخت. دیگه گفتیم بیان دوستان تست بگیرن و یه میلگرد کرد تو حلقوممون. یه درل کرد تو دماغمون. بله. گفتم خب من میدونم دارم، ولی دیگه این کارا رو هم کردیم. ای وای. حالا دوباره رد کردم، ببینیم چی. اشاره دیگه نمیگه. خانم رشیدی شما بگید که چقدر اهل شوخی هستید تو زندگی شما؟ کار کمدی هم خیلی. سعید بیا. وای. به افتخار خانم رشیدی. نه سعید ترس نداره. گفتم سعید بیا. خانم رشیدی گفت وای. نه این نمیدونم میترسید چون خانم شما مثل که هست. آره خانم بهت هست. نه خب نیست. چقدر؟ قربونت برم. ممنونم آقا سعید. ماشاءالله خودش بازیگر تئاتر، کار کودک هم زیاد انجام داده، نقش پاکون رو مثل که داشتی. بله. سعید جان ببینم تو رو، دیدمت، برو. به افتخار سعید عزیز دست. یه ویدیو همین اول کاری میخوایم ازتون نشون بدیم. از من؟ بله. باشه. کجا؟ همین به راست بچرخید از هنگی خوب بازی با برای ما میزند در این هوای تازه، ما میخوانیم به شادی آوازهای زیبا را به خاطر آزادی. احمد از آوازشون شاد میشد و آهنگهای زیباتری میزد. احمد دوست داشت که شبها هم صدای آواز پرنده ها رو بشنوه، اما پرنده ها غروب که می شد به لونه هاشو می رفتن. یک روز احمد فکر می کرد و با خودش گفت بهتره چند تا از پرنده ها رو بگیرم و توی قفس ببینم.
افتخاره. مرسی. تغییر نکردید خانم رشیدی؟ نه زیاد. همونی هستم. راست میگی. بزنم به تخته. نه. خانم لیلا حاتمی و شما از ما اول معلوم بود که قراره که بازیگرای خوبی بشید و هر دو موفق و قربون شما. اون خانم چرا اون بالا نشسته بود؟ بعد خانم برومند بودن. خانم برومند. خانم برومند بودن؟ نشناختی؟ نه به خدا نشناختمشون. بله. چقدر جالب. پس شما یکی از اولین کاراتون با خانم برومند بوده. بله درسته. آقا فراد چطورن؟ خوبه مرسی. خوبه؟ بله خیلی ممنونم. آقا فراد برادر بله لیلی خانم. مرسی. خیلی ممنونم. زحمت کشیدید. پاشم بردارم. ندادن بهم. آره. اب نداره. بچه ها یه جوری شدن امروز. همین. اصلا یه مقاومتی توشون دارم میبینم. آقا خب. فراد برادر لیلی خانم خیلی آروم. شما خیلی شیطون چیز دارم میگم و خوب چجوری با هم میسازید؟ من میبینید همو آقا فراد همیشه آرومه خیلی. یا من دارم اشتباه میکنم؟ نه خیلی آروم. آره. و خوب و اصلا به آدم آرامش میده حضورش و همه چی. خدا حفظش کنه. جدیتر جدیتر یعنی جدیتر در همه ای بابا نه خیر مثل که چی شد؟ قسمت چی شد آقا؟ نه چیز شده آقا برقف. اگه طول میکشه نترسیدم نترسیدم از اینقدر ماشاءالله آماده اومده خانم رشیدی نترسیدم چی شد؟ نه میگه چرا نترسید آره نترسیدم نترسیدی؟ بچه ها برید پلن بی بایی بایی خب پس آقا فراد خیلی آروم و بله خدایا اون نینجای قلب شکسته فیلم میگیره عصبانی شده بله فیلمه میگن فیلمه راهنمایی کردن آها تو رو خدا اینو بگو خانم رشیدی من فقط همه اولیه رو بلد بودم هیچی یادت نمیاد من نه والا خوک خوک آها خوک آه. ای خوک آخه خیلی جور عجیبی میذارن از قصد یه جور میذارن که آدم نفهمه من بودم حداقل نیمروخ خوک رو میذاشتم همین یعنی اینا هیچ کدوم به خوک قلبش نه واقعا یکم سخت میذارین دیگه سخت ولی خوک بودش بازی که فکر میکردیم خیلی آسونه فلان سخت در اومد سخت در اومد حالا بریم بقیه چیزا خانم رشید چرا موسیقی رپ رو دوست داری؟ الان نگفتم اینو چند سال پیش گفتم من در جریانم گفتی اینو چند سال پیش گفتم شاید به خاطر اینکه پسرم نوجوانتر ایوای چه گرفتاری شدیم نترسیدم دیگه نترسیدم که نه چرا مقاومت میکنی بترس که ما بیخیال شیم دیگه نه نمیترسم الان بچه ها میرن دنبال تمساح و شیر نه نمیترسم ای خدا ما رو روسفید کن خب. دست در نکنه جمع کردی خانم رشیدی مرسی بدید من اون مال ماه حیوان خونگیه منه باشه هیچ حسی نداشت یعنی اصلا فکر نه این چیه میفته یه رو آدم آخه یواش افتاد فکر یه چیز نرمالو بود اب نداشت آخرین باری که ترسیدی کی بود خانم رشیدی؟ میگه شده مثلا به ترسی ترس آها ترسو تو یه چیزایی خیلی هستم نه که بگم این نخ پیرنتون نیاد نه نه ولی خیلی ترسو تو یه چیزایی خاصی هستم مثلا چی؟ بگید مثلا... که ما همون راهو بریم به خدا دیگه خسته شدیم مثلا هواپیما خیلی آبرو ریزی در میارم تو هواپیما کافیه یه خود هواپیما دوستان حرکت به سمت فرودگاه مهرآباد بعد یعنی یه کارکاسی میکنم که فقط همه دارم به من نگاه میکنم به عباره میشه الان این صحنه رو بازی کنیم نمیتونم خیلی حرکاتی میکنم که اصلا بعدش خودم خجالت منم میترسم کشم. از ارتفاع ترس نه از ارتفاع از اون تکونایی که میخوره یهو خب هواپیما آها یهو بیش از اندازه آره خخخخخخ ولی من سرتونو با بازی من همیشه سرمو با بازی گوشی گرم میکنم نمیتونم دیوونه میشم خدمت شما بله خانم رشیدی بله خوبین؟ بله تصاویری پخش میشه؟ وای خدایا خب چرا میگی وای خدا؟ خیلی بدم میاد ببازم تو بازی این مثل منی بس حتما باید یه بازی یعنی از باخت بدتون میاد بله خیلی انشالله که دیگه میبرید
الان با من رقابت ندارید، خودتونی با خودتون. این بده، کاش که با شما رقابت، با یکی رقابت کنم. تو بازی بعدی با هم باشه، رقابت کنید. یه تصاویر پخش میشه، تو یک تعداد آدمون توه. بگم کیه؟ یکی آشناست. تو آشنا رو پیدا کن. بریم اولی. وقتتو تموم شد. ایوا! چشم نمیبینه من. چقدر باید صبر کنیم خانم رشیدی؟ خیلی. یه روز اینا رد شدی ازش. اینا آفرین. کیه؟ اذیت میکنی؟ آره. خانم رشیدی پیدا نکردید این آشنا رو؟ کجا؟ نکنه باهاش قهر کردی؟ بیا 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 برو چپ چپ. چه قشنگ، خیلی قشنگ. یعنی یه جوری خانم حاتمی رو بردن اونجا، منم ندیدم. همین بعدم اشتباه میکنم، میدونی پیش خودم فکرم همه فوتبال رو باید ببینم. نه اصلا ربطی به فوتبال نداره. ربطی به کسی که طرف فوتبال نداره. بله همکارتون هستن، دوستتون هستن. یعنی بعدی... یه کسایی رو شما توی یه عکسی گذاشی. خدا میتونی خانم رشیدی، میتونی تو، میتونی. او سیاه‌پوسته نیست؟ نه. وای خدایا گیج شدم. شما هم این دفعه ندیدین ها، هیچی نمیگید. بگی شما کیه؟ اونو 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 من نمیشناسم این خانوم. کیه؟ آه خانوم سهر دولتشاهیه. نه آخه چرا این عکس رو اینطوری کردن؟ هم بابا نامردا حداقل یه جوری بذاریم. آخه روسری رو کشیدی خانم رشیدی دیده باز نمیشناسه. ما شما نمیشناسی؟ نه ما هم نمیشناسیم، خود خانم دولتشاهی هم نمیشناسه. خب بعدی اینو حق داری، قبلی رو حق نداری. از خس یه جوری میذاری که آدم نشناسه. چه جمعیتی این مال قبل کروناستا باشه، زیر اون نرفته باشه، زیرم آدمه. وای 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 ولادیمیر پوتینه، ولادیمیر پوتین. آها سرگی، منم پیدا نمی کنم کیه. شما کمکم کنی. به خدا دارم میگردم، میگن بالا، بعضی ها میگن پایین، بعضی ها میگن چپ، بعضی ها میگن راست. کیه؟ روشنش کنم ببینیم اول درست گفتیم یا نه. واو منم این خانومو گفتم دیگه. آخه لیزر رو آقا بود. من این خانومو گفتم. شما این خانومو گفتی؟ ولی لیزر انداختی رو آقا که ما شک نکنیم. من ایشونو گفتم. حالا کی هستن ایشون؟ حالا که لیزر روی خانوم بود کیه؟ کیه؟ چرا میبینی هم نمیشناسی؟ بگی شما بگی. میگه بگیر همش میگه شما بگیر. خانوم ویشکا آسایش. خب آخه عکس رو یه شکلی میکنی شما. یک هدیه ناقابل میخواییم تقدیمتون کنیم. مرسی. یادگاریه البته. باشه مرسی. امیدوارم که دوستش داشته باشه. بله حتما. دوستان به افتخارشون دست بزنین. مرسی عزیزم. خیلی متشکرم. امیدوارم که این هنر دست مرتضی تهرانی به ذائقه شما خوش بیاد، وگرنه با همین میکوبیم توی نه نه با ما تعارف نکنید. آخه ای نازی اینا ای باشه با مزه است، خیلی با نمک. پدر بزرگوار که خیلی قشنگ. شاد باشه. مرسی مرسی به افتخارتون. خیلی ممنون. مرسی میخوام تشکر کنم جان از اون آقا. خیلی ممنونم از شما. دارم تشکر میکنم، یه واکنشی نشون بده. شما ببخشید بگم اون آقا که اووردن کشیدم ببخشید. نه ایشون فقط میاره، ایشون میکشه. مرسی خیلی ممنونم قربونشا، خیلی قشنگه. خیلی قشنگ. مرسی خیلی بامزه است، عالی. خیلی قربون رسیدی.
خیلی مخلصم. شما گلاب ولی بذار اونجا ولش کن والله به خدا نخوری ما ناراحت نمیشیم. من این ترکیبی که زدم زود در من اثر کرد، الکی دارم میخندم. اصلا ترکیب کاراملو بچه ها نخورید. خب خوبه. روح استاد رشیدی بزرگوار شد. خیلی ممنونم. پدر شما بودن اما ما ارادت داشتیم و سالا از هنرشون بهره بردیم. مرسی از واقعا جاشون خالیه. خیلی ممنون. به افتخارشون دست بزنیم. مرسی مرسی. خیلی ناقابله. خیلی ممنونم. ایشالا که سالیان مرسی. سال خانم رشیدی. حالا خارج ممنون. از همه شوخی ممنونم از انرژی مثبتتون که این اجازه رو به بنده دادید باهاتون شوخی کنم. شما بزرگواری. خیلی خوش گذشت. با اینکه بهتون نمیاد همین که بالای 60 سال سن و شوخی میکنن. همین که اینقدر در واقع پر انرژی و باحالید و ما هم از هنر شما استفاده میکنیم. همین که اینقدر با اخلاقید. خیلی خوش گذشت. ممنونم که اومدید. مرسی از شما. اگر صحبتی دارید بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ولی واقعا به من زیاد کمک نکردین و طرفدار کمک نکردی ولی بازم بردید دیگه. همه طرفدار شما بودن. نه بابا خیر. نه. طرفدار شما. به افتخار خانم رشیدی. خود بودیتون برام. مرسی مرسی. میدونستن من ضعیفترم به من کمک کردن. نه خیلی خوب کردیم. خوب کردم. آره مرسی. خیلی خوش گذشت. خیلی خوشحال شدم و خیلی مخلصی. مرسی. براتون از صمیم قلب بهترین ها آرزو می‌کنم. قربونتون. ان شاء الله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم. امیدوارم که همه خوشحال باشن. همه دیگه واقعا روزای خوب بیاد برای هممون. هممون. برای همه ایرانی‌های عزیز. امیدوارم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. به افتخار سرکار خانم رشیدی. مرسی. مرسی. خیلی ممنون. 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 خیلی ممنون.